ده ها محصل پس از سپر کردن امتحان از پهانزه یک نهاد تحصیلی در کندوز فارغ شدند. سمی اولا دانشیار رئیس اتحادیه پانتونهای خصوصی در زون شمال شرق می گوید که حدود 100 تن از محصلین از پهانزه های حقوق، انجینری و شرایط پس از اتمام دوره تحصیلی 4 ساله از یکی از پانتونهای خصوصی در کندوز سند فراغت به دست آورده و تقدیم جامعه شدند. انگیزه نزد جوانان ما کم است، به او خاطر نمیخوان درس بخوانند، میگن اگر بخوانیم چی میشود و کاریابی را برای خود تنگ دیدن، میگن به پانتون ها و به فارغای پانتون زیاد مجال داده نمیشود. این برداشت جوان ها و جامعه از وضعیت موجود است، به او خاطر به طرف پانتون ها و درس و تعلیم و تحصیل زیاد علاقمند نیستن، زیادتر به فکر هستن که چی وقت اروپا برن و کشور بیرون. یک علت اساسی همی است، دو ملت فقر است، وضعیت ای که درآمدشان کمتر است و یا هم وظیفه ندارند. وی میگوید در این زون 15 نهاد خصوصی فعالند که در آن صدها محصل در رشته های مختلف مصروف تحصیلند. در همین حال شماری از محصلینی که فراغت حاصل نمودند از حکومت خواهان فراهم سازی اشتغال در بخش های مختلف حکومتند. خواست تمام ما جوانایی است که زمینه کار برشان فراهم شود، نه ای که ما به سرنوشتی به سر ببریم و یا هم رای قاچاق به پیش روی بگیریم که به کشورهای بیگانه خب مهاجر شویم یا هم لتکوب شویم، توهین و تحقیر شویم. امیدوار هستم که امارت اسلامی در این زمینه توجه جدی کند. خواست تمام محصلین و تمام کسانی که از دوره فارغ شدن این است که باید زمینه کار براشون مساعد شود تا انگیزه برای جوانان بعدی شود، و اگر کار زمینه کار براشون مساعد نشود، در حقیقت همون خفه کردن صداست یا کشتن انگیزه هاست در وجود تک فرد همین ملت، و یا انگیزه درس خواندن، انگیزه تحصیل و انگیزه آموزش را نمی داشته باشند و در نهایت کشور ما به سوی یک فاجعه بسیار بزرگ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که سالانه هزاران تن از جوانان مدرک تحصیل خیش را از پانزه های مختلف کشور دریافت می کنند، اما کمتر کسانی هستند که برای آنان در نهادهای حکومتی زمینه های کار فراهم می گردد. خواست ها بر این است که در صورت حکومت از جوانان تحصیل کرده در نهادهای دولتی استفاده کند، جلوی مجرد های غیر قانونی و فرار جوانان تحصیل کرده از کشور گرفته خواهد شد. عبیدالله احمدی، تلویزیون اورانوس، ولایت کندوز.